گفتن این از طرف خداست و تا امروزم هم میهنان ما در درون میهن نمیدونستن، تا امروزم نمیدونن که یک همچه ضرب المثل احمقانه زده میشه که مثل اون آدم هایی که گفت اینجوری اومدن نقش مخالفشون بازی کردن، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثل این آدم ها مثل مثل اون کسی است که یک آتشی رو لذ استوقد، اون کسی که روشن میکنه یک آتشی رو، فلما اضاعت ما حوله، پس هنگامی که روشن میکنه اطرافش رو، میخواد روشن بشه که اطرافش ببینه بره، ذهب الله به نورهم، الله یه دفعه میاد این روشنایی رو میبره، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و الله این نور رو میبره، اینا رو ترک میکنه، رها میکنه در تاریکی که نبینن. این الله نوکرتن، این آفریننده است، این حق بازه، این آدم احمق اومده چرندیات میگه. باور کنید من اینه، ببینید من یک واژه این ور اون ور نگفتم. ببینید مثلهم یعنی ضرب المثل، اینا رو اینگونه میشه مثل زد، که مثل الذی استوقد نارا، مانند مثل اون شخصی است که الذی یعنی کسی که استوقد روشن کرد، خود سلمان واقد و نار بوده یعنی نگهبان روشن ماندن آتش، استوقد واقد فاعلشه، روشن میکند آتشی رو، نار یعنی آتش، فلما هنگامی پس هنگامی که اضاعت این آتش روشن شد، ما حوله، آتش اطراف این شخص رو روشن میکنه که یه دو قدم بره، روشنایی میخواد، نور میخواد، بفهمه، جلو پاشو ببینه، ذهب الله به نورهم، این الله میاد روشنایی رو از جلوش میبره، ذهب یعنی رفت، برد، الله به نورهم اون روشنایی نور اونا رو میبره، و ترکهم فی ظلمات، و ترکهم یعنی ترکشون میکنه، رهاشون میکنه، فی ظلمات لا یبصرون، در تاریکی که نبینن. این اللهه. خودمونیم، جان بچت، خواهرم، برادرم، پدر بزرگ، شما مادر بزرگ که فکر میکردی این کتاب معجزه است، لا یمسه الا المطهرون، برو اول دست رو بشور بیار بزن، این کلاهبرداری تاریخ بوده، نگذاشتن بچه های کشور ما بفهمن، نگذاشتن ملتی آگاه بشه، وگرنه چگونه ممکنه یک ملتی 1400 این هجویات رو به عنوان سمبول فرهنگی و سمبول الهی بدونه؟ بله، میره و اونها رو در تاریکی رها میکنه، اونم سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، اینجوری رهاشون میکنه، کرو کورو لال، کر و لال و کور اینها رو ول میکنه که نتونن مراجعه بکنن، نتونن بازگشتی هم داشته باشن. خب بله، مادر عروس هم اومدن و میگن که با درود آقای فرود فولادمند، من از راه مبارزه شما موافق هستم آقا، اما از پرخاشگری شما به رضا شاه دوم مخالفم، و چرا به دین اسلام توهین میکنید؟ ایشون تازه از خواب بیدار شده، خوده چشماتو به مال آقا، بعد متوجه میشی که ما توهین نمیکنیم. کی گفته مرد حسابی که ما توهین میکنیم؟ ما داریم تازینامه رو میخونیم یه خورده. خب شما معلومه که دار دستی آقای رضای پهلوی هستید، شما به همون آقای رضای پهلوی بچسبید، با ما کاری نداشته باشید، ما کار خودمون رو میکنیم، شما هم ایشون هم 25 ساله و شما ها کار خودتون رو بکنید. از خمینی بیمار روانی انتقاد بکنید؟ نه، ما از خمینی انتقاد نکردیم، شما تازه از خواب بیدار شدی دیگه. خمینی رو ما جایی براش سالم نذاشتیم آقا، و این رژیم مردم ستیز رو زیر پرسش ببرید. آیون طرفدارای آقای رضا شاه دومشون تازه میخوان ما این رژیم رو زیر پرسش ببریم. ما رژیم رو داریم به توی توالت میدازیم، ایشون میگه ببردش زیر پرسش. برید آقا، برید پیش اربابتون، برید همون پیش اربابتون، و با ما حداقل تماس نگیرید، برای اینکه جایی ندارید شما اینجا. روی هم رفته بازگشایی تازینامه رو طرفداران آقای رضای پهلوی توهین به اسلام میدونن. کجا شما توهین کردیم؟ اومدیم قرآن رو بازگشایی میکنیم. اگر شما شعورشو ندارید، مغزا رو عوض کنید، یه خورده پیدا کنید. بله، متاسفانه
ما شما رو نه اربابتون و نه شما رو قبول نداریم. شما همون تنبلهای پای زردالو هستید که باید تازه بعد 25 سال رژیم رو افشاگری بکنید، زیر پرسش ببرید. رژیم باید زیر پرسش الان برد. خاک بر دهانی که اینو بگه. رژیم رو باید خوردش کرد، کشتش، که ارباب شما ما رو داره میکشه که رژیم رو نکشیم. برید گورتون رو گم کنید. بله، بعد هم میگه که اینها رو ول میکنیم، سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، کور و کر و اعما و نابینا و غیر بدون بازگشت. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم. آذان یعنی یا مثل کسی که در آسمان بارانی میریزه در تاریکی بر او و رعد و برق میاد و از ترس یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون، اصابع یعنی انگشتان، فی یعنی در آذان، انگشتاشون میذارن گوششون که صدای رعد و برق رو نشنون. من السوائق یعنی از سائقه ها، حدر الموت از بیم مرگ. والله محیطون بالکافرین، این الله احاطه داره به کافرین. یکاد البرق یختف ابصارهم، این برق نزدیکه که بینایی اونها رو بگیره ازشون. یختف، خطف یعنی به گروگان گرفتن یا قاپیدن، یختف یعنی بقاپه یا به گروگان بگیره اون دید اینها رو،